جارة وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها الحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعين بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبل در خصوصی تفاوت دنیا و آخرت و بعضی نکات مربوط به دنیا و آخرت مسائلی محضر عزیزان مطرح شد عرض شد که بر اساس داده های قرآنی یک سلسله تفاوت اساسی میان دنیا و آخرت وجود دارد که از جمله خود فناپذیری دنیا و ابدی بودن آخرت مهمترین نکته است علاوه بر اون در عالم آخرت هر چی وجود دارد خالص هست اگر نعمت هست اگر راحتی هست خالص هست و اگر عذاب هم وجود دارد در کنار عذاب هیچ نوع راحتی مشاهده نمی شود در حالی که در دنیا چی نعمت و چی رنج هر دو در کنار هم ممزوج هستند در پایان درس نوع رابطه دنیا و آخرت و اینکه رابطه دنیا و آخرت حقیقی و تکوینی هست و نمی تواند این رابطه قراردادی و اعتباری باشد در این درس با عنوان نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت ابدی انسان این سلسله دروس را به محضر شما عزیزان دنبال میکنم یکی از بحث های اساسی در خصوص ایمان و کفر نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت ابدی انسان هست این سوال از همان قدیم در میان اهل فن و علما مطرح بوده است کم و بیش در آیات و روایات هم آثارش مشاهده می شود و امروزه این مسئله به عنوان یکی از مطالبات عمومی و بسیاری از اصحاب قشر تحصیل کرده این سوالات را مطرح می کنند سوال این است که ملاک سعادت و شقاوت اخروی فقط ایمان و کفر هست به این معنا که خود عمل انسان هیچ نوع خلیتی ندارد یا نه عمل چه عمل بد و یا عمل خوب در سرنوشت انسان تأثیر گذار است اگر پاسخ منفی هست به این معنا که تنها ایمان و کفر سعادت و شقاوت انسان را فراهم نمی کند عمل هم مدخلیت دارد اون وقت این سوال مطرح می شود که اگر کافر عمل خیر فراوانی در زندگی خود انجام داد و مرد یا مسلمانی با اینکه مؤمنی به اسلام هست ولی اهل فتنه و فساد هست کارهای شر زیاد انجام داد و مرد سرنوشت این افراد در عالم آخرت از نظر سعادت و شقاوت چی گونه خواهد بود؟ به علاوه برای ما شعیان این سوال خودش خود به خود مطرح می شود که نسبت به عموم فرق اسلامی چی قضاوتی در این عرصه باید داشته باشیم؟ در هر صورت کفار هم یک دسته نیستند توایف از کفار اهل کتاب هستند ریشه در آسمان دارند در حالی که برخ اقسام کفار اصل وجود خدا را منکر هستند آیا نسبت به همه اینها قضاوت یکسان داریم یا نباید قضاوت گوناگون داشته باشیم اگر چه همه این مواردی که عرض شد خارج از حق هستند به عبارت دیگر با توجه به برداشتی که ما از حقیقت داریم هر که خارج از شیعه امامیه باشد نمی تواند اهل حق باشند ولی سوال این هست که اینها با توجه به عقاید متفاوتی که دارند از نظر سعادت و شقاوت یکسان هستند و فقط شیعه هستند که در آخرت اهل نجاتند یا یعنی نه در این عرصه قضاوت جوری دیگر است برای اینکه پاسخ این سوال روشن شود بد نیست به تاریخچه بحث اشاره داشته باشم که در صدر اسلام یک سلسله افکار در این عرصه پیدا شد مثلا در خصوص خوارج خوارج معتقد بودند که خود گناه عامل مستقل برای شقاوت انسان هست انسان ولو مؤمن باشد ولو معتقد به خدا و قیامت و قرآن باشد اینها هیچ کدام در کنار ارتکاب به گناه سعادت انسان را فراهم نمی کند اگر کسی اهل گناه کبیره باشد برای همیشه جهنمی خواهد شد در مقابل اینها طایفه مرجعه بودند مرجعه اصرار بر ایمان داشتند این فکر را ترویج می دادند که عمل فرع است عمل اهمیت چندانی ندارد اونی که نجات بخش است اونی که سعادت انسان را در آخرت فراهم می کند باور و اعتقاد و ایمان انسان هست اما انشالله همچنانی که برای شما عزیزان روشن خواهد شد نه فکر خوارج صد درصد درست هست و نه فکر مرجعه درست هست هم عمل برای انسان لازم هست و هم ایمان لازم هست ولی برای اینکه قضاوت نسبتا خوبی در این عرصه داشته باشیم چند تا نکته مقدماتی را مجبورم محضر شما مطرح کنم اولین نکته این هست که اصلا ایمان یعنی چی و کفر یعنی چی دومین سؤال که اینجا مطرح هست مرزبندی اسلام و کفر چی گونه می تواند باشد به با عبارت دیگر بر اساس نظریه علمای کلام اسلامی و علمای کلام اهل بیت علیهم السلام کافر چه کسانی هستند و مسلمان چه کسانی می توانند باشند سومین سوال مهم اینجا آیا کفر کلامی با کفر فقهی یکی هستند یا نه لزوما یکی نیستند ممکن است علم فقه با علم کلام در این عرصه اختلاف نظر داشته باشند بعد از پاسخ دادن به این سه سؤال به یاری خداوند متعال با استفاده از عقل و با استفاده از قرآن کریم به سراغ بحث اصلی خواهیم رفت که ایمان و کفر چه نقش را در زندگی انسان دارد و در خصوص عالم آخرت نقش ایمان و کفر و جایگاه ایمان و کفر چه جایگاهی میتواند باشد اما در خصوص خود ایمان و کفر حقیقت ایمان و کفر ایمان یک حالتی است قلبی برای انسان منتها این حالت قلبی دو چیز باید داشته باشد یک آگاهی دو گرایش بنابر این وقت ما میگوییم کسی مؤمن هست معنای مؤمن بودن این هست که این شخص هم آگاهی دارد به باور و اعتقاداتش و هم به این آگاهی و علمش گرایش و میل دارد وقتی آگاهی باشد وقتی گرایش و میل باشد فیل جمله عملی به این گرایش هم خواهد بود بنابر این در حقیقت ایمان هیچ وقت علم و آگاهی به تنهایی کافی نیست انسان احیانا ممکن است از چیزی آگاه باشد ولی گرایش و میلش بر ضد اون باشد حتی ممکن است عملش بر خلاف آگاهیش باشد لذا قرآن کریم در مذمت فرعونیان در سوره مبارکه نمل آیه چهارده می فرماید و جهدو به ها و استعقنت انفسهم ظلمن و علوا فرعونیان معتقد بودند که آیاتی که حضرت موسی آورده است بر حق هست حقیقت برایشون آشکار بود ولی گرایششون و عملشون صد در صد برخلاف باور و آگاهیشون بود میخواستم این نکته را عرض بکنم که قوام ایمان و استواری ایمان هم برگشت به علم و آگاهی دارد و هم برگشت به گرایش و میل باطنی انسان دارد به صورت قهره هرچی که این دو تا بال بیشتر بشود سرعت بیشتر در وجود انسان بگیرد ایمان انسان افزایش خواهد یافت و هرجه که این دو چیز کند باشد این دو چیز ضعیف باشد به همان نسبت ایمان انسان هم ضعیف خواهد بود بنابر این نه گرایش به تنهای کافی هست نه علم تنهای کافی هست هم علم لازم هست و هم گرایش لازم هست وقتی این دو تا آمد به صورت اجمالی عمل هم متبلور خواهد شد انسانی که به فکرش به آرمانها و آرزوهایش گرایش داشته باشد آگاهی داشته باشد ناخداگاه عملش تحت تأثیر گرایش او خواهد بود اما اگر بخواهیم کفر را در مقابل توضیح بدهیم وقتی کفر گفته می شود حداقل دو تا اطلاق و استعمال برای کفر قابل تصور هست گاهی کفر را ضد ایمان می دانیم یعنی چیز وجودی می دانیم در این صورت مراد ما از کفر همون جهود هست یعنی حالت عامدانه ولی لجاجت وقتی می گوییم کافر یعنی کسی که حقیقت برایش روشن هست حق را می پوشاند اصراری بر خلاف آگاهی خود دارد بودن کسانی که نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برایشون آشکار بود در باطن خود مطمئن بودن ولی مقام و امتیاز و موقعیت ها و هوای نفس اجازه نمیدادند که سر تسلیم فرود آورند. این می شود همون لجاجت تعصب و برخلاف علم آگاهی خود حرکت کردن این یک نوع کفر هست ولی گاهی کفر گفته می شود مراد از کفر عدم ایمان هست که این عدم ایمان خودش می تواند شقوق و های گناگونی داشته باشد گاهی مثلا وقتی می گویم عدم ایمان همین خود فرضی که حالا عرض کردم کافیر معانید را هم می گیرد ولی گاهی ممکن است شخص معاند نباشد اصلا حقیقت به گوشش هم نخورده باشد شخص کاملا بخبر باشد یا گاهی شخص پیام حقیقت را شنیده است پیام اهل بیت و اسلام را شنیده است ولی نسبت به باور خودش صد در صد یقین دارد هیچ گونه احتمال خلاف نمی دهد و نسبت به اسلام هم هیچ گونه احتمال نمی دهد که اسلام دین حق هست پس ببینید اینها حالتهای گوناگون است که همگی در عدم ایمان قرار می گیرد اگر به اصطلاح علمای منطق رابطه ای ایمان و کفر را ملکه و عدم ملکه بگیریم اما اگر رابطه ای ایمان و کفر را از باب دو تا زید بدانیم دو تا امر وجودی بدانیم عرض شد که مراد ما از کافر یعنی کافر معاند یعنی کسی که حقیقت برای او روشن هست ولی همچنان به عللی اصرار بر افکار باطل خود دارد در هر صورت بیشتر از این نمیتوان در خصوص ایمان و کفر توضیح داد برویم به سراغ مرحله دوم بحث که نصاب ایمان و کفر باشد چجوری می توانیم مرزبندی بکنیم و چه چی چیزهای اگر باور داشته باشیم میشویم مسلمان اگر باور نداشتیم میشویم شویم کافر پاسخ سوال این هست اون مقداری که باز از آیات و روایات استفاده می شود حد اقل ایمان انسان این هست که انسان به توحید و وجود خدای سبحان معتقد باشد به معاد معتقد باشد به با انبیا علیهم السلام و به آنچه که انبیا از طرف خدای سبحان آورده است معتقد باشد بنابراین کسی که نبوت انبیا و محتوای پیام انبیا را قبول دارد خدای سبحان و توحیدش را قبول دارد معتقد به عالم آخرت هست این می شود مسلمان اما کسی که این امور را منکر باشد یا در این امور تشکیک نماید شک داشته باشد او می شود کافر در هر صورت مسلمان و کفر از همین جا هست که تا حدود برای شما عزیزان روشن شد ولی در هر صورت در خصوص مسلمان و کافر که حد اقل نصاب باشد سؤال بعدی که اینجا مطرح می شود یا مرحله بعدی بحث همین نکته هست که بالاخره کفر و اسلام که در علم کلام مطرح می شود با اون چی که در فقه مطرح می شود آیا یکی هستند یا با هم تفاوت دارند پاسخ این است که اسلام و کفر فقهی ضرورتا مساوی با اسلام و کفر کلامی نیست از نظر فقهی کسی که در ظاهر شهادتین را بر زبان جاری بکند یعنی همان نکاتی که عرض کردیم اگر کسی در ظاهر به اونها اقرار داشته باشد می شود مسلمان لذا بر اساس نظریات علمای فقهی منافق مسلمان هست اشکال ندارد که زبیحه منافق را کسی بخورد یا با منافقین ازدواج بکنند اما اگر شما به سراغ علم کلام بروید در علم کلام صرف ظاهر کافی نیست ارز کردم ایمان ریشه در آگاهی و در گرایش دارد آگاهی و گرایش ممکن است آگاهی در منافق وجود داشته باشد ولی گرایش وجود ندارد لذا منافقان کسانی هستند که در ظاهر ادعای اسلام میکنند در جمعیت مسلمانان قرار دارند ولی در باطین و در درونشان در حقیقت کافر هستند و همین نوع کفر بدترین نوع کفر هست و بر اساس منطق قرآن کریم قرآن کریم میفرماید فرماید این المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا را که در سوره مبارکه نساء آیه 145 مطرح شده است که بدترین جایگاه جهنم مختص منافقان هست این تا اینجا تا حدودی چند نکته مقدماتی برای سروران روشن شد اولین نکته حقیقت ایمان و کفر مفهوم شناسی ایمان و کفر بود دومین نکته نصاب ایمان و کفر هست و سومین نکته که آخرین نکته مقدماتی بود امتیاز یا تفاوت میان مسلمان و کفر کلامی و اعتقادی با مسلمان و کفر است که در قلمرو علم فقه مطرح می شود بعد از طی این مقدمات اکنون به سراغ اصل مبحث برویم. اصل بحث این بود که چه تأثیر را ایمان و کفر در سعادت و شقاوت اخروی دارد حقیقتش این هست که با استفاده از قرآن کریم و با استفاده از سنت قطعی براحتی می توان پاسخ سوال را داد و این که نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت انسان نقش کاملا محوری و اساسی هست کسی که ایمان نداشته باشد کافر باشد کفرش برای او شقاوت ابدی را به بار می آورد همچنان کسی که اهل ایمان باشد و با ایمان از دنیا برود چه ممکن است فسق و فجور زیاد را مرتکب شده باشد ولی سرانجام او نجات خواهد بود ولی برای اینکه مسئله تا حدود برای عزیزان قابل هضم بشود چرا که امروزه تأکید فراوانی از سوی خیلی صورت میگیرد که مهم عمل صالح هست کسی یتیم خانه تأسیس کرده است کسی در عرصه آموزش خدمت می کند کسی از مظلومین حمایت کرده اند بالاخره مهم این است که انسان کار خوب انجام بدهد اهل خیر باید اهل نجات باشد حالا فرق نمی کند مسلمان باشد غیر مسلمان باشد خدا باور باشد یا غیر خدا باور لذا برای اینکه این مسئله سهل الوصول بشود در قدم اول برای دفع استبعاد با توجه به معادشناسی و با توجه به انسان شناسی که قرآن کریم ارائه می دهد در ابتدا باید دفع استبعاد بکنیم و سپس دلیل مربوطه را با استفاده از قرآن کریم تبیین نماییم بر اساس جهان بینی قرآن کریم و اون جهان بینی که ویژه ما مسلمان ها هست هر عمل حداقل دو حیثیت و دو جنبه دارد یکی شعاع اثر مفید و یا مضر عمل هست دومی هم شعاع انتصاب عمل به خود شخص هست به عبارت دیگر کاری که صورت می‌گیرد مثلا کسی یک جلد کتاب نوشته است کسی بیمارستانی تأسیس کرده است گاهی ما این بیمارستان را از این جهت لحاظ میکنیم که چه تأثیری روی مردم، صحت مردم، علاج بیماران، راحتی انسانها داشته است معیار قضاوت ما از این جهت هست گاهی میخواهیم قضاوت از این جهت بکنیم که چه تأثیری روی روح خود شخص داشته است آیا روح او را بالا برده است یا نه خدای نخواسته بر روح او تنزل داده است لذا هست که اگر معیار ما قضاوت تاریخی باشد قضاوت عموم انسان ها باشد هر عمل یک جنبه دارد هر عمل یک بعد دارد که همون بعد تاثیر عمل در عرصه اجتماع و در عرصه خارج هست چی راحتی برای انسان ها داشت آیا موجب ضرر شد موجب ضرر نشد هر مقداری که شعاع عمل از نظر زمانی و مکانی گسترده باشد به همان تناسب قضاوت ما انسان ها این خواهد بود که این شخص اهل خیر هست کار خوب انجام داده است پس باید اهل نجات باشد اما اگر نگاه ما به اصلاح به حسن فاعلی باشد نگاه ما به این جهت باشد که در حسن عمل دو تا رکن لازم هست حسن فعلی و حسن فاعلی این که نیت شخص را باید مورد نظر قرار داد اون زمان است که مسئله و قضاوت ما کاملا فرق میکند کند لذا هست که بر اساس جهان بینی اسلامی برای این که یک عمل جاندار باشد بی جان نباشد تأثیر واقعی در شخص داشته باشد ملکوت را دچار تغییر بکند ملکوت مثبت داشته باشد کیفیت در کنار کمیت لازم هست نیت و فکر در کنار اصل عمل لازم هست به عبارت دیگر حسن فعلی نسبت به حسن فاعلی رابطه این دو مثل رابطه روح و بدن هست در کنار بدن اگر روحی وجود نداشته باشد این بدن و جسم ما و شما مرده خواهد بود اگر در کنار یک عمل خوب مثل ساختن یک بیمارستان حسن فاعلی وجود نداشته باشد نیت تقرب و اخلاص وجود نداشته باشد مثل بدن بروح خواهد بود که از نظر ملکوتی و از نظر تأثیر بر رشد باطنی انسان هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت بر همین اساس هست برای اینکه عمل انسان زنده بشود شکوفا بشود روح او را ارتقا بدهد زمینه قرب الهی را برای انسان فراهم بکند چاره جز حسن فاعلی و اخلاص برای عمل انسان نخواهد بود خصوصا این نکته که در بحث رابطه دنیا و آخرت هم برای عزیزان روشن شد که رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه ظاهر و باطن هست عالم آخرت چیزی جز همون کارکرد ما و شما در دنیا نیست دنیا و آخرت یا ملک و ملکوت مثل ورق یک کتاب هست که این یک ورق دو تا صفحه دارد به عبارت دیگر مثل یک سکه است که دو تا طرف دارد لذا همین زمینی که ما و شما در این عالم داریم همین بیمارستانی که ما انسان ها می سازیم، یک چهره ملکوتی دارد اون چهره ملکوتی که سرمایه آخرت ما و شما می شود بستگی به همون حسن فاعلی دارد هر مقدار که از نظر حسن فاعلی دارای اتقان باشد دارای استحکام باشد اخلاص بیشتر باشد زمینه نجات بخشی و سعادت ابدی انسان را فراهم می کند لذا به نظر می رسد که این مسئله تا حدودی دفع استبعاد شده باشد به عبارت دیگر معیار سعادت و شقاوت را ما قربه الهی می دانیم. و قرب الهی در صورت حاصل می شود که شناخت و ایمان به خدا باشد لذا شرط اول خود همون ایمان هست اگر کسی ایمان نداشته باشد هیچ گونه زمینه رشد روحی او فراهم نخواهد شد ایمان مثل نهالی است که شاخه ها و برگهای های این ایمان همون عمل صالح هست میوه های درخت ایمان سعادت ابدی هست که تبلورش در بهشت جاودان خواهد بود لذا کسی که نحال ایمان را ندارد کسی که عمل صالح را ندارد خود به خود از میوه اش که بهشت باشد محروم خواهد شد در جهان بینی اسلامی هر حرکت را که ما و شما انجام بدهیم هر کار اختیاری که انسان انجام بدهد خودش یا یک قدم رو به جلو هست یا به عقب اگر به جلو باشد یعنی روح ما و شما رشد کرده است روح ما و شما به سمت کمال رفته است و به صورت طبیعی وقت عالم آخرت وقتش بشود ملکوت عمل انسان هویدا بشود برای انسان تبدیل به سرمایه خواهد شد در هر صورت کسی که ایمانی به خدا و آخرت نداشته باشد کسی که از اساس ایمان به عالم ابدیت ندارد شعاع عمل او صورت ملکوتی عمل او به هیچ عنوان فراتر از این دنیا نخواهد رفت بر این اساس هست که اگر این جهان بینی و اثبات برسد همچون تفسیر و تبیین ما از عمل انسان داشته باشیم خود به خود پاسخ اون سوال روشن خواهد شد که ایمان و کفر چه نقشی در سعادت ما انسان ها دارد اما بر اساس آیات قرآن کریم قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 124 به صراحت می‌فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه چه زن چه مرد اگرش کار شایسته را انجام بدهد به شرط این که اهل ایمان باشد وارد بهشت خواهد شد در خصوص اعمال کفار در قرآن کریم آیات فراوان داریم از جمله در سوره مبارکه ای ابراهیم آیه 18 هم قرآن کریم می‌فرماید مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کصبو علی شیع ذلک هو لظلال البعید عمل کافران مثل یک خاکستری است که در یک روز طوفانی باد سختی بر این خاکستر بوزد قطعا هیچگونه اثر از خاکستر باقی نخواهد ماند کسی که کافر به عالم آخرت هست کسی که منکر زاد خدای سبحان هست عمل او هیچ گونه اثر اخروی و چهره ملکوتی نخواهد داشت لذا هست که با استفاده از تحلیل عقلی و با استفاده از این شواهد قرآنی پاسخ به اون سوال روشن می شود اون وقت من اینجا اعتراف می کنم که این بحث از یک جهت بحثی است پیچیده و نسبتا عمیق و از طرف دیگر ابعاد مختلف و گناگونی دارد از طرف مرتبط می شود با رحمت خدا مرتبط می شود با حکمت خدا مرتبط می شود با عدل الهی و مرتبط می شود با بسیاری از مسائلی که برای انسانها ها مطرح می شود در مقام قضاوت کردن و اینکه بسیاری از انسانها ها گناهی ندارند حق و حقیقت برای آنها نرسیده است لذا ورود تفصیلی به این بحث تا حدود بسیار مشکل هست یعنی امکان ندارد نه سطح این سلسله درست اجازه می دهد و نه فرصت به اندازه کافی هست اجمالا در سوره مبارکه ای نساء آیه 97 و 98 و 99 قرآن کریم راجع به قاصران و مستضعفان ادبیات امیدوار کننده دیگری را به کار گرفته است و در سوره مبارکه توبه آیه 106 راجع به کسانی که مرجعون لامر الله هستند باز ادبیات قرآن کریم بسیار امیدوار کننده هست همچنان که عدل خدای سبحان جزء پایه های اعتقادی ما هست لذا عدالت خدای سبحان شعار امامیه هست و چیزی که برخلاف عدالت باشد هرگز خدای سبحان چی در دنیا و چی در آخرت انجام نخواهد داد لذا باید در پرتو عدل و در پرتو مجموع آیات و در پرتو روایات ائمه اهل بیت علیه السلام که در این خصوص در کافی و غیر کافی فراوان نقل شده است این مسئله را که ابعاد مختلف دارد تجزیه و تحلیل کرد پاسخ قطعی و استنباطی به تک تک این سوالات کار بسیار سختی است عرض کردم بحث بسیار وسیع را می طلبد و بحث نسبتا بحث عمیقی است ولی در خصوص این مسئله خوشبختانه مرحوم آیت الله شهید متحری بحث خوبی در کتاب عدل الهی دارد استاد متحری تقریبا تک تک این سوالاتی که ما اینجا مطرح کردیم و بیشتر از اون را با استفاده از آیات قرآن و مبانی کلامی شیعه و روایات اهل بیت علیهم السلام پاسخ گفته است و من با استفاده از فرمایشات ایشون و برداشت ایشون را از آیات و روایات اینجا محضر شما عرض میکنم و در حقیقت با استفاده از تفکر استاد متحری مجموعه این حوزه را پاسخ میدهم ایشون میفرماید که بر اساس مبانی قرآنی و روایی سعادت و شقاوت درجات و مراتب دارد یعنی همه انسان یکسان نیستند در بهشت همچنان که جهنمیان هم یکسان نیستن عذاب بعضی از بعضی دیگر شدیدتر خواهد بود از بهشتیان تعبیر به درجات می شود و از اهل جهنم تعبیر به درکات دومین نکته ای که اشون مطرح می این است که همه اهل بهشت از همون ابتدا به بهشت نمی کسانی ممکن است مدت در جهنم باشند بعد وارد بهشت بشوند. همچنان که همه اهل جهنم همیشه هم در جهنم نیستند. بعضی ها ممکن است بعد از مدت طولانی بالاخره از جهنم نجات پیدا کنند. نکته سوم در خصوص کفار ایشون کفار را بر چند دسته میکنند میفرمایند اون کفار که ایمان به خدا و آخرت ندارن منکر خدا هستن و منکر معاد هستن از اساس ایشون میفرمایند اینها هیچ حرکت را به سوی بهشت نکردند به عبارت دیگر در طول زندگیشون هر کار را که انجام داده ان اصلا هیچ گونه تصوری مقصدی در این خصوص نداشته اند با توجه به این که در این مسیر و در این سفر هیچ گونه حرکت نکرده و به تعبیر امروزی صفر کیلومتر هستند لذا قطعا نمیتوانند وارد بهشت بشوند اما اون کفاری که ایمان به خدا و عالم آخرت دارند مثل بسیاری از اهل کتاب یا کل اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها و امثال این ها ایشون میفرمایند این دست افراد یعنی کسانی که ایمانی به خدا دارن ایمانی به معاد دارند چی مسلمان باشند و چی کافر اگر در عملشون اخلاص داشته باشند و قصد قربت داشته باشند عمل اینها معجور هست به عبارت دیگر اینها سرانجام وارد بهشت می فرق نمی مسلمان باشند یا کافر نتیجه بعدی که شون می گیرد، این نکته هست که کافرانی که به خدا و آخرت ایمان دارند ولی مسلمان نیستند مثل مسیحا و یهودی ها اگرچه با قصد قربت اگرچه با اخلاص عمل ها معجور هست ولی نه تمام اعمال اینها اون دست اعمالشون معجور و قابل قبول هست که مطابق با آخرین برنامه خداوند یعنی دین اسلام باشد مثل بسیار از احسانها به بندگان خدا کمک به مستضعفین قهرن عباداتشون و بسیار از اعمال دیگری که از نظر اسلام باطل هست نمیتواند در عالم آخرت نجات بخش باشد از همین جا هست که نکته بسیار مهمی میان مسلمان ها وجه امتیاز مسلمان از غیر مسلمان روشن می شود برنامه مسلمان برنامه دقیقی است راه درست را انتخاب کرده است اگر بر اساس این راه برود قطعا به مقصد خود نائل خواهد آمد نکته مهم دیگری که باز استاد متحر اینجا مطرح می عمل خیری که انسان را بهشتی می کند یک سلسله آفات دارد البته این اختصاصی به مسلمان یا کفار ندارد هر عاملی به خیر ممکن است عمل یک سلسله آفاتی داشته باشد که مهمترین آفتش همون حالت جهود و کفر ماجراجویی هست کسی که روحیه تسلیم پذیری و انقیاد در مقابل حقیقت ندارد روحیه اش اینجوری هست نفسش اینجوری هست که در مقابل حقیقت مقاومت میکند ایشون میفرماید از آیات و روایات برداشت میشود که این شخص عمل خیرش از بین میرود و در نتیجه هیچ گونه اثر خیر را در عالم آخرت نخواهد دید نکته هفتمی که شون مطرح میفرماید مسلمانان و سایر اهل توحید واقعی اگر فسق و فجور در دنیا مرتکب بشوند ممکن است مدت طولانی معذب باشند چی در عالم برزخ و یا در عالم قیامت نکته مهم دیگر در خصوص اون کفاریست است که هیچ گونه ایمانی نه به خدا دارند و نه ایمانی به عالم آخرت ولی ممکن است اهل خیر باشند از مظلومین و بیچاره ها دستگیری بکنن استاد متحری می فرماید که عمل خیر این مجموعه انسان ها ممکن است موجب تخفیف در عذابشون بشود در عالم آخرت و یا احیانا موجب رفع عذاب بشود پس در حد رفع عذاب یا تخفیفی در عذاب عمل اونها نقش دارد اما اینکه وارد بهشت بشوند ایشون این نتیجه را قابل قبول نمی داند نکته مهم دیگر و این را در لابلای درسه های گذشته مکرر هم خدمت شما عرض کردم که سعادت و شقاوت تابع شرایط تکوینی هست و نه قراردادی. رابطه دنیا و آخرت رابطه ملک و ملکوت هست و آخرت نتیجه و تجسمی همین دنیا خواهد بود دهمین ده نتیجه ای که استاد متحری می این هست که عمل صالح یا عمل خیر اون عملی است که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی که در این درس به صورت مستوفا محضر شما توضیح دادم نکته دیگر ما یک سلسله آیات و روایات داریم که کسانی که منکر نبوت باشند یا کسانی که منکر امامت باشند عمل خیر اونها نتیجه ندارد استاد متحری برداشتش این هست که این آیات و روایات ناظر به کسانی است که جاهل قاصر نباشند جاهل مقصر باشند عناد در مقابل حق و حقیقت داشته باشند اما کسانی که از حق و حقیقت بخبر هستند به هر علتی عمل خیر اونها را این آیات و روایات نمیگیرد و اونها در مقابل انجام اعمالشون اندالله معجور خواهد بود حالا که بحث به اینجا رسید بحث به جاهل قاصر و مقصر اگرچه این درس تا حدود طولانی شد به صورت مختصر جاهل قاصر و مقصر را محضر شما توضیح می دهند. جاهل قاصر و مقصر یک اصطلاح کلامی است جاهل قاصر کسی است که حق به او نرسد و در دستیابی به حق هم کوتاهی نکرده باشد که مصداق بارز اون حداقل سه طایفه میتونه باشه یک انسان هایی که از نظر شرایط محیطی و جغرافیایی در جای زندگی میکنن که اصلا حرف حق و حقیقت به گوش اونها نرسیده است که اصلا انسان های حتی امروز هم که از این جهت ممکن است محروم باشند. دوم کسانی که از نظر فکری ضعف دارند مثل بچه مثل دیوانه و یا برخی انسانهای دیگر اونهایی که فکرشون فروزان نشده است عقلشون قابلیت دریافت حق و حقیقت را ندارد سومین طایفه کسانی هستند که در جهل مرکب به سر میبرند مقصود از جهل مرکب یا جاهل مرکب اون دست افرادی هستند که هیچ گونه احتمال خلافی در باورشون نمیدهند اگر فکر مخالف را شنیده است اگر چه مثلا پیام اسلام را شنیده است از محتوای اسلام مطلع است ولی نسبت به باور خود اصرار دارد که صد درصد هر آنچه را من فهمیده هم همین عین حق و حقیقت هست در حالی که فهمشون از حقیقت و واقعیت دور هست این در خصوص جاهل قاصر جاهل مقصر که در حکم آمید هست و معذب هست اون انسان هایی هستند که حق بر آنها ارزه شده است در مقابل حق عالما و عامدا موضع گیری کرده است یا نه موضع گیری نکرده ولی از نظر قدرت امکان تحقیق برای او فراهم هست خودش عالم هست یا کتابخانه دارد یا عالم در اختیار او هست در هر صورت می تواند نسبت به پیام حق و حقیقت تحقیق کند ولی اهمال ورزیده است همچون انسان میشود جاهل مقصر که چی بر اساس بنای اقلا و چی بر اساس منطق علمای کلام این شخص میتواند اهل عذاب باشد در هر صورت آخرین نکته ای که اینجا خواستم عرض بکنم که قضاوت ما نسبت به اشخاص در این سلسله بحثها نیست باطن افراد و اشخاص را خدای سبحان میداند و در روز رستاخیز هست که حقیقت انسان ها نیات انسان ها باطن به پایان انسان ها بر اساس سنت الهی کشف خواهد شد او قطعا بر اساس عدل و بر اساس حکمت تصمیم خواهد گرفت که ان الله لا یظلم مثقال ذره کوچکترین ظلمی در ساحت خدای سبحان نخواهد شد این باور ما هست و در روز قیامت هم او با توجه به دستگاه دقیقی که دارد کوچکترین ظلم را مرتکب نمی شود لذا نسبت به افراد قضاوت قطعی بسیار سخت هست در روز قیامت که روزی بلند رفتن و پایین آمدن هست اون روز است که حقایق و واقعیات برای تک تک ما و شما مکشوف خواهد شد امیدوارم که این درس هم برای عزیزان مفید بوده باشد اگر این جلسه طولانی شد من معذرت می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <applause> وتُعبَدُ والظهارِ تَبتلِي والدَهرُ يَقْسُو تارةً ويَلِي